این سومین رویداد موازی ارگان غیر دولتی سودویند در ارتباط با وضعیت اعدام در ایران با حضور سه سخنران برگزار میشه. اولین سخنران برنامه‌مون آقای نیما پوریعقوب فعال حقوق بشر هستند و سخنرانیشون را در ارتباط با اعدام‌های در ملای عام در ایران میکنن. خیلی ممنون. بفرمایید. متشکرم از شما. یکی از فجایع خاموشی که به تناوب در ایران جریان داشته و کل جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد، اجرای احکام اعدام در ملای عام است. جمهوری اسلامی در حالی طبق گفته سازمان عفو بین الملل در سال 2014 میلادی در اعمال حکم مرگ در جهان پیشتاز بود که دست کم 53 مورد از این احکام در برابر دیدگان مردم به اجرا گذاشته شده بود. این روند در سال جدید میلادی نیز شتاب فزاینده‌ای گرفته و تا امروز تعداد 32 تن در شهرهای مختلف ایران در ملای عام به دار آویخته شدند. این اعدام‌ها که امروز بیشتر شامل متهمان به قتل، سرقت مسلحانه و یا قاچاق مواد مخدر است، در بسیاری موارد در رابطه با زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز به اجرا گذاشته شده است تا جو رعب و وحشت را در جامعه ایجاد کند، به طوری که آغاز قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 در شهر تبریز با اعدام 6 تن از آنان در میدان باقلستان این شهر همراه بود. تا کنون و در پی فشارهای وارده از سوی نهادها و فعالین حقوق بشر نیز، نه تنها هیچ اراده‌ای در مسئولان نظام برای توقف و یا لغو اجرای این احکام دیده نشده، بلکه واکنش مسئولان عالی رتبه این نظام به این انتقادها همواره تأکید بر ادامه اجرای احکام اعدام در ملای عام بوده است. در یکی از آخرین موارد از این اظهار نظرها، آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران، مخالفت با اعدام را مخالفت با نص صریح قرآن دانسته و از سایر کشورهای اسلامی نیز خواسته بود تا در این رابطه به سازمان ملل اعتراض کنند. فقهایی نیز که با اجرای این حکم به طور تلویحی مخالفت کردند، از این منظر به موضوع می نگرند که اجرای چنین احکامی موجب سوء استفاده آنچه آنان دشمنان اسلام می نامند می شود و در مقطع کنونی به مصلحت نظام نیست و در واقع هیچ مخالفت اصولی با اعمال این مجازات غیر انسانی وجود ندارد. طبق قوانین جمهوری اسلامی که بر مبنای شریعت بنا شده است، تعیین مکان مجازات بر عهده قاضی است و بدین ترتیب برخی قضات تصمیم می‌گیرند تا مجازات‌هایی همانند اعدام، شلاق و یا قطع اعضای بدن را در ملای عام به اجرا بگذارند. اما اجرای این احکام در ایران در ورای وجه حقوقی خود در حقیقت دارای یک وجه سیاسی بسیار پررنگ نیز هست. مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی در مناسبت‌های مختلف و در مقاطع حساس به وضوح به این کارکرد سیاسی مجازات اعدام اشاره داشتند. از آن جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه 9 بهمن 1388 گفت: هر جا سستی و ضعف داشتیم ضربه خوردیم، مثل 18 تیر که ضعف نشان دادیم. باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد. این جملات بیانی آشکار از دیدگاه کلیت نظام جمهوری اسلامی به مجازات اعدام به طور عام و اعدام در ملای عام به طور خاص است. در حقیقت ضعف ساختاری و بحران ناکارآمدی این نظام سیاسی توسط دستاندرکاران آن با راهکار اعدام و کشتار سرپوش گذاشته می شود. حکومت ایران همواره با این توجیه که اجرای احکام اعدام در ملای عام موجب تنبیه دیگر جنایتکاران و در نتیجه امنیت بیشتر جامعه خواهد شد، بر ادامه این روند پافشاری کرده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی در تاریخ 11 دی ماه 1391 در این رابطه و از قول یک جامعه شناس می نویسد: هنگام اعدام یک مجرم، هدف اصلی نهادهای قضایی و پلیس عبرت آموزی افراد از ارتکاب به جرم است.
در حالی که وقتی به یک اعدام در ملأ عام رفته بودم، تنها درصد کمی به عبرت و نتیجه رفتار بزهکار یا مجرم توجه کردند و بیشتر افراد به نوع و نحوه مرگ مجرم توجه می کردند. حتی بسیاری از آنها دچار ترس و وحشت از محله خودشان شده بودند، چرا که تا مدت‌ها نتوانسته بودند صحنه مرگ آن مجرم را در محله خودشان فراموش کنند. ترس و وحشت اعدام در ملأ عام را به راحتی می توان در ذهن کودکان و افراد کم سن و سال حاضر در مراسم اعدام مشاهده کرد. همین خبرگزاری در گزارشی دیگر در 5 تیر ماه 1391 از قول ابوالحسن تنهایی جامعه شناس نوشته است: وقتی مراسم اعدام در فرایند زمانی در مکانهای مختلف تکرار می شود، نوعی بیتوجهی را در انسانها ایجاد می کند. نتیجه این می شود که تأثیر روانی خود را از دست می دهد و همانند گاوبازی یا مشتزنی در سایر جوامع می شود که انسانهایی که از دیدن صحنه‌های خشونتبار لذت می برند، از دیدن صحنه اعدام یک فرد لذت می برند. زمانی مردم از ریختن خون حتی حیوانات ناراحت می شدند، اما همکنون در مراسم اعدام یک انسان حضور می یابند. در واقع آنچه در حال رخ دادن است این است که سطح نگرش مردم از بازی با خون حیوانات به خون آدمیزاد تغییر می‌یابد و گرایش به خون ریزی و کشتن انسان‌ها همانند تماشای آن به یک هنجار تبدیل می‌شود و در برنامه بلند مدت گرایش به آدم کشی و قتل با برگزاری چنین مراسم‌های عادی شده و زمینه‌ساز عادی‌سازی جرم در جامعه می‌شود. این اقدام درجه میزان تحمل آدم کشی را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت می گردد. گزارش های تکان دهنده منتشر شده از بازی های کودکان در بازسازی صحنه های اعدام مؤید همین مطلب است. در روزهای 11 و 30 شهریور ماه 1393 دو پسر بچه 8 و 12 ساله به ترتیب در شهرهای جوانرود و همدان در بازی اعدام جان خود را از دست دادند. پیش از آن نیز یک پسر بچه 7 ساله در دهستان فیشور استان فارس پس از شنیدن خبر اعدام 2 نفر از اهالی روستا در زندان عادل‌آباد شیراز در حالی که تلاش در بازسازی صحنه اعدام داشت خود را دار زده بود. در آخرین مورد نیز روز 27 اردیبهشت 94 یک دختر 13 ساله در شهرستان ساوه با بازسازی صحنه اعدام حلق‌آویز شده و جان خود را از دست داد. این در حالی است که طبق آمار دولتی میزان جرائم و ناامنی در جامعه ایران روزانه در حال گسترش است و در آخرین مورد سازمان پزشکی قانونی ایران از وقوع دست کم 1600 نزاع روزانه در کشور خبر داده است. در ماه‌های میانی سال 1390 یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از چهار برابر شدن جمعیت زندانیان ایران نسبت به سال 60 خبر داده بود. اصغر جهانگیری رئیس سازمان زندانها نیز در اسفند ماه سال گذشته از 7 برابر شدن جمعیت کیفری کشور در مقابل رشد 2 برابری جمعیت در مقایسه با سال 1357 خبر داد. وی همچنین تصریح کرد که 70% از زندانیان کشور را جوانان و افراد زیر 40 سال تشکیل می دهند. سیستم قضایی کشور در حالی دست به اعدام پرشمار زندانیان می زند که خود مسئولان نظام نیز ریشه مشکلات را در جای دیگر دیده و بارها به آن اذعان کردند. از آن جمله همین فرد اصغر جهانگیری در یکی از سخنرانی های خود بیکاری و فقر را عامل رواج بزهکاری در جامعه دانسته بود. جمهوری اسلامی که حقوق بشر در ایران را وسیقه مذاکرات هسته‌ای خود با قدرت‌های جهانی قرار داده است، در حالی با دست باز به کشتار شهروندان در میادین شهرهای مختلف ادامه می‌دهد که مجامع بین‌المللی نیز با سکوت خود در این رابطه در حقیقت با این روند همراهی می‌کنند. تجربیات سال‌های 1367 و پس از آن به خوبی نشان می‌دهد که هر گونه گشایش جمهوری اسلامی به سمت خارج از مرزهای خود با افزایش فشار در داخل مرزها و به طور خاص با افزایش آمار اجرای احکام مرگ همراه بوده است. واقعیتی که بار دیگر
پس از ریاست جمهوری حسن روحانی به وضوح قابل مشاهده است. این واقعیت مسئولیت فعالین حقوق بشر را مضاعف می کند تا با روشنگری بیشتر درباره اعمال مجازات اعدام در ملأ عام از سوی مردم ایران را به واکنش مناسب در برابر چنین صحنه‌هایی فراخوانده و از سوی دیگر با پافشاری بر اهمیت موضوع جامعه جهانی را وادار به اتخاذ یک موضع اصولی در قبال آن بکنند. متشکرم از شما.